اینجا هست. وای 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 کرد. چیه دیگه؟ چه خبره؟ 20 کیلو وزنشه. خدایا 750 دلار واسه میستیر باکس آورده. بزن بریم. سلام بچه‌ها، چطوری؟ من فردیکسم و خیلی خوش اومده به ویدیو جدید. امروز اومدیم با این میستیر باکس 750 دلاری. چطوری عزیزم؟ مرسی، من خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره یه جعبه درخور و برازنده چشم بچه‌ها و ما گل‌های توی خونه. خیلی هیجان زدم ببینم که چه برایمان آورده ای. ببین، از اونجایی که بچه‌ها میگن هرچه قیمت بیشتر بهتر، هرچه بامش بیش، برفش کوتاه‌تر بیشتر. این سنگین هم هست، گنده هم هست. من مشقت کشیدم تا اینو بیارم. سختی‌های فراوان. ببین، جدای از پولش، من دوست دارم ارزش معنوی این میستیر باکس هم ارزش اینو داشته باشه که من این از زور زدم اینو آوردم. مرسی عزیزم. حل شد. بچه‌ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو، وقتی ویدیو رو می‌بینید کامنت بذارید که بهمون کلی انرژی بدید. حتما لایکتون رو چک کنید و همچنین سابتون رو بزن بریم. چه خبره توش؟ بچه ها، اعتیاد به میستری باکس. این آنباکس جعبه داره، یه لحظه ضبط کنید. بچه ها، من حساب مصاب ندارم، 750 دلاره هزینه کردم، جیبم خالیه. امروز فردا سازنده شرکت خواهد بود. بده که یو عمل فرد عشقت میکروفون استیکر پردیس. همه بچه‌هایی که میستری باکس ما رو دیدن میدونن من چقدر سینگینگ ماشین دوست دارم. بذارید براتون معرفیش کنم. سینگینگ ماشین. مرسی. سبکه فرهاد. خب عزیزم، بذار من اینو برات بازش کنم. بازش کن دیگه، سبکه فرهاد. نه باز کن دیگه، نه باز کن. این چه کوچولوئه. خردوه. بچه ها، اسمش از گرووی مینی که بلوتوس بهش وصل میشه، فلش بهش وصل میشه، دو تا دونه میکروفون سیمی داره و پروژکتور LED داره. و بچه ها، این دستگاه کاراوکی و سینگ ماشینی که الان اینجا هست یکی از پرفروشترینای کل جهانه. توی همه مهمونی ها هر جا برید از اینا کلا استفاده میکنه. به نظرم بین تمام این ماشینای خوانندگی که ما باز کردیم، آره، بین سینگینگ ماشینا این از همه‌شون سبک‌تره و جمع جورتره. یعنی شما مثلا می‌خوای بری شمالی، بری با رفیقات، اینو با خودت ببری لبه آب، تو ماشین هم تو میشه برد گذاشتش تو ماشین آهنگ کن. شاید ضبطش خراب باشه، از کجا معلوم؟ عشقم یه قابلیت دیگه داره که اون قبلیایی که باز کردیم نداشتن. قابلیت اصلی این سینگ ماشینا که اینه که شما میتونید آهنگ‌های درخواستی با پردیس و فرهاد داشته باشید. بله دقیقاً. ما براتون میخونیم، شما آهنگاتونو درخواست بفرستید. دقیقاً بچه‌ها، شما همین الان آهنگ درخواستی خودتون تو کامنت‌ها بنویسید، معجزه میشه، توی ویدیو براتون پلی میشه. بزن بریم. گفتی میخوام رو آب رو هم ستاره باشم. بیا با هم بسازیم زندگی رو عاشقونه. ما دوباره پروازمو بشتیم، پر میگیریم تا آج آسمونا. جای حسرت تو قلب ما دوتا نیش، نمیمیریم تا آسمونا. روبرو نیست احوالم، شب و بعد روزا درگیر کارم. حالم خوش نیست، تو منو کشتی. پشت پنجره میشینم و خنده این پشت نیست. اخمام تو هم، قصه ها کوهن. انگار مجبورم که ازت دورم. بی تو این شب ها چقدر شومن، چقدر رفتار تأثیر داره رو من. نمیتونم این مقصد رو بازش کنم. مال تو قطعه نمیتونم به اونی که بچه ها یه روز بتونیم آهنگای جدید تتلو رو بشنیم و از هنرش استفاده بکنیم. یه آهنگ دیگه هم میخوام کوتاه بهتون تقدیم بکنم. شنوندگان عزیز در توی خانه من می
میدونم از ابر چشام بیخود بارون میباره خوب میدونم یه 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 دیگه موقع آرزوهام نداره از تو نشونی نشونی خب بچه ها شما همزمان میتونید موزیک پلی بکنید روش کاراوکی بکنید اگه بیت چیزی دارید روش بذارید یه مقداری کوالیتی صداش به خاطر اینکه خب کوچیک‌تر بود کم بود و یه مقداری میکروفوناش هم نویز داشته من راضی نبودم که صدام خیلی از اینی که شنیدین امروز قشنگ‌تره این افکت‌های دورچی رو نمیشد بذارید ولی به نظر من سینگ ماشینای قبلی خیلی بهتر بودم اصلاً 110 دلار نمیارزه 110 دلار بچه قیمت این کاراکی بود من گفت میگم که نمیارزه آره بعد به کمپانی گروو هم هست گرووی گنز ایده داشتم ریدی با این کاراکی ساختنش متاسفم واقعا نمیارزید بریم سراغ آیتم بعدی اما دیگه برو چیه؟ کورپسه؟ اصلا جسد آورده اصلا 750 دلار من کمرم خن شده اینو خریدم کورپس دیگه چیه دیگه؟ اتفاقا بچه ها آزمون شیمی نهایی هم داشتن به تازگی البته این زیسته بیشتر دیگه اوکی فقط این عمه همه اجزای بدن رو نشون میده این الان؟ من از کجا باید داشتم تو شیمی زیاد خوندی من حالا سوالم اینه که این آقاست یا خانم آقاست دیگه آقاست من یه سوال دارم من از شما شیمی از زیست من چقدر باحاله بچه ها تمام اجزای بعد ای تکون میخوره تکون میاد در میان آره وای فرهاد اینجوری نه با دست نه با چی با چنگال الان آلوده میشه با چی با... آره دیگه نگاه کنید من باید عمل میکنم فرها دست و انداخ این چیه نافشه روده بزرگ عشقم روده شه خدا زنم به من بیا هر کدوم تشریح کنیم ببینیم کی بهتر تشریح میکنه من اگه دکتر بودم با دست میداختم تو خب اولا که قیچی تو اشتباه گرفت بابا چقدر گیر میدی عشق من این دکتر خوبی نمیشم این اصلا روده کوچک و بزرگ الان با هم مخلوطن نمیذاریم اینجا جدی این چیه و روده است دیگه خب اینجا با یکم قفسه سینه شکست اشکال نداره اینا رو نگاه کن پک کردن خب باز کنم اینا رو الان نمیدونم این چی جیگرشه شام همه چیشه دیگه جیگرشه قلبشه حالا که دیگه فقط تو این میستر باکس ها تشریح اندام های داخلی بچه ها من راضی نبودم به این کار آی دوتا ببین تو چون فرهاد ایکس ری این باید توی همه چیز رو ببینیم فریم واسه همینه که اینقدر خوب بلدم اینا رو خب فرد اینا چیه؟ این قلوه قلوه گاه قلوه هست این که این مسانه هست عشق من این ششه ریه شش دیگه ریاض این قلبه این هم معده است این قلبه این معده است این آورته آورت بچه 18 تا لول داره کامل راجع به بدن انسان صحبت کرده که چجوری میتونید استفاده کنید از بدنتون بچه این جسدی که میبینید خدا بیامرزش غلام رضا دوست من بود روداش افتاد اشکالی نداره بدون روده میتونه زندگی کنه این تو دنیای بعدش قرار زامبی بشه ببینم غلام رضا این سغون نه اشکم غلام رضا الان گم شد تیکاش کله غلام رضا رو کم بچه اینجوری کاری بود که آخه این درست بخورایی یه چیز زردم اینجاست اینه مسانه این بود اینو ببین مغزو بچه کله غلام رضا رو باز کردم توش مغز داشت مغزش چقدر کوچیکه مغز صندوقی بوده خیلی مغزش کم بوده خیلی بی مغزم بوده مثل خودم بوده خب بچه ها این از برند نشنال جیوگرافیکه که اتفاقا ما دو سه تا چیز دیگه مثلا یه دونه حالت راکت بوده نمیدونم یادتون هست یا نه سنگا که بچه ها دوست داشتن آره یه دونه هم خیلی جالب بود اون از همه باحالتر بود کلا نشنال جیوگرافیک چیزای اکسپریمنتال و تجربی آموزشی. و آزمایشی آره یه دونه ما باز کردیم که سنگا رو مینداختی توش بعد خودش سنگا رو بچه ها یکی از مورد علاقه ترین اعتمایی هم بود که بچه ها دوست داشتن آره حالا این یکی هم که تشریح جسده دیگه به درد خانم دکترها و آقای
دکتر پیجی. بله بله. آینده دکتر آینده آقای من دکتر آینده. ببین ماشین بعدی قیمتش چقدر بود؟ قیمتش هم با تکس 50 دلار کانادا. خاک تو سر من با این خرید میستری باکس سنگین. خوشحال نیستی یه دوست جدید غلام رضا؟ مرده غلام رضا میخوام چیکارش کنم؟ کجاست اصلا که حالا؟ بریم ماشین بعدی. استار فریت آیس تی میکر. من عاشق آیسی هم پردی. آیسی من خیلی ببین نمیفهمم مثلا چای سرد بابا خیلی خوشمزه است. آره مزهش خیلی خوبه ولی خیلی مزه آب میوه میده. ولی عشقم خوبیش اینه که اون گرمایی که اون چای داره و داغه رو تو بکن تو زمستون میخوری اون کافئین چای بهت وارد میشه خواست خوب چایی. آره من شنیدم که آیسی چون توش میوه هم میندازن و چایی هم به صورت سرد خواستش حفظ میشه. آره آفرین. ولی وقتی داغ بشه معلوم نیست چه اتفاقی برات میفته. بگیرش هفته بگیرش هفته تشکیلاتی داره. چقدر خوش رنگه. چقدر خوش رنگه آفرین. آبی فیروزه ای برعکس این یا اول فصل. من واقعا نایده بودم اصلا یه همچین چیزی. خیلی باحاله. حالا چجوری باید استفاده کنیم اینو؟ اصلا داریم در رنگ خونمون نمیاد. شبیه چیزه کاشتی برامون مشکیشو میذاشتی سری کم... بعدی کمپانی. آره کمپانی استار فرید لطفا مشکیاتو بذار تو میستری باکسا. بچه ها یه دونه محفظه داره اینجا ببینید. اینجا باید چایی بذاره. الان داشتم نگاه میکردم نوشته بود باید حداقل 6 الی 12 تا چایی بذاریم. 12 تا چایی؟ بعد یه دونه نوشیدنی بهت میده؟ خیلی لولاز زغودایی. اینجا فکر کنم آب اشاره. آره دیگه اینجا هم باید آب بریزیم توش تو اینم باید یخ بریزیم. یا علی اشم پس بفرما بیار که ما درست کنیم. الان برگردیم. Let's go. 2000 years later. خب علیس خانم من مواد لازم باید آوردم شما من بگو که من چجوری میتونم واسه دختر خانوما و پسرهای عزیز توی کانادا یه بران کافه میخوام بزنم واسه شون آیس کافی درست کنم. بله عزیزم. خب ببین ما اون چیزی که من الان دیدم گفته حداقل 5-6 تا از اینا رو خب بعد اینجوری بچه اینا چای سر خب پاره نباید بکنیم نه همینجوری میتونیم بندازیم این تو خب اوکی. بعد از اون طرف درشو میمندیم شما حواست به من باشه. بفهم غلط کردم. خب این یخها رو همه رو خالی کنیم تو چشم چند تا یخ باید بذارم همه رو بریز دیگه آیستی ما یخ هم نفتا دیگه اشالا میرز دیگه پیس باید به فرها آیستی رو معمولا سیروپ مثلا چه میدونم اگه رزبری آیستی باشه رزبری من این اطلاعات رو الان تازه کشم مرزی خب اگر بلوبری باشه بلوبری رو نداشتیم اصل میریزیم خب به به خودتو بریز اشخم اصل خانم مرزی اصل توی باشه خب این از این آره شیش تا یخ بسته شیطان پرستی نشه. حالا هرچی داشتیم میوه مثلا ما الان توت فرنگی داشتیم. به به خیلی هیجان انگیز چه هی چیزه چه خفنه اینو بخوریم دیگه فکر کنم 3 سال بیداریم. بعد این توش آب بریزیم چرا آب سرد آب آره آب سرد باشه نمیدونم منم بار اول آیستی دیگه هرچی سردتر بهتر. و این واتر تانکش باید پر... نباید یه دور میشستیم؟ چرا باید تا مکسش پر میشستیم؟ یه دور نباید میشستیمش؟ چرا؟ نشستیمش فرهاد بابا. حالا هیچی نمیشه دیگه میگن هر چقدر وسواسی تر رفتار کنی زودتر مریض میشی. آره این داری میریزی آقا این خدایی دستگاه باحالیه. آره آیستی بچه‌ها خیلی گرونه 14 دلار 13 دلار اینجا. آره خیلی جالبه که برام آیستی رو توی قوطی‌ها می‌فروشن. من نمی‌دونم چرا اینجوریه ولی همش اسم می‌کنم آیستی باید تازه باشه. اون بابلیا هم هست این حبابیا. اونم با آیستیه ولی آیستی به نظر من با سیروپ خوب نیست با همون میوه‌های تازه خوبه. و چای. حالا الان درست می‌کنیم بچه‌ها می‌فروشیم. بریم 1 2 3. در این قفل شده خب آبو داره میکشه بالا میاره اینجا. آه اینجا داره اتفاقاتی میفته. داره دوش میکنه. آره با سب کنیم بیاد دیگه. ببینی؟ فکر میکنم داره اون اصاره اون چای سبزه رو همچین میکشه پایین چون خیلی داره قطره میاد. ولی قبول داری خیلی دستگاه تر و تمیزیه؟ خیلی دستگاه جالب. اوه واقعا رنگش رنگه اونجا که میریزه انگار سفیده ولی یه چیزه. بعد چرا بخار کردین
بخار سرماست، بخار گرما نیست. اوکی اوکی. نوشته که چای سرد یا چای یخ یا همون یخ چای، چای گلاسه چه اسمه؟ آیستی. آیستی یه نوشیدنیه که از کشورهای شرق آسیا میاد. من اینو نمیدونستم واقعا. جاپنی. و جزو دست نوشیدنیه که مناسب آب و هوای گرم و خشکه دیگه. الان مثلا که تابستونه خیلی مناسبه. مرام، would you like to have some iced tea? Yes, please. بوزجو مخصی برادر Enjoy this drink. This is one of the best iced tea. No, don't speak like this. Only Persian and French, okay? Okay, okay, enjoy. Enjoy. این آیستیه آقا. این گرمتیه. ولرمه. اشتباه درستش کرد. یخ نریختی؟ چقدر بدمزه است. من دارم به تو میگم دیگه اصلا. این چی بود؟ بگم دیگه برات اصلا. نه اصلا نکن، من از این نیم زهر ماره. باید بخو، هر روز میخوام برات آیستی بیارم تو استریم. نمیخوام بابا، اصلا با اصلا بخوری خوشمزه. بابا من دیگه میستری باکس نمیخرم. این چی بود بابا؟ توت فرنگی ها من همه کباب شدن. نه بچه ما احتمالا یه جای کار اشتباه کردیم. چرا این ولرمه؟ چرا این سرد نیست؟ یخ داشت توشین. اینو بخوریم چی کثافتی شده؟ توت فرنگی داغ. بچه ها هیچ وقت این گرفته بخرن بچه ها همچین چیزی رو؟ هیچ وقت من واقعا میشنم نخرید بچه ها. اینم سلامتی شما. قیمت این استارفریت آیستی هم هستش $50 کانادا. نمیارزید. بریم سراغ آیتم. این اولین میستری باکسه که سه تا آیتم نمیارزید داشتیم. بریم سراغ آیتم بعدی. Let's go. بریم سراغ آیتم بعدی. بلاخره بچه بلاخره یه آیتم دخترمه. الان خوشحالی؟ من نمیدونم چی بگم واقعا. من این همه خوشبختی محاله. خب عشقم تو که بهترینش رو داری، من ازت گرفتم. آره دایسونه، ولی بچه این از ایناست که مو رو میذاری داخلش. اصلا خیلی خوشحال شدم. این واقعا فر میکنه؟ نمیدونم. بده من باز کنم. نمیدونم. باید تست کنی همین الان. اگر پردیس نتونی از این استفاده کنی میدمش به یکی بچه ها. اگه کار نکرد. نه اگه کار کرد بده به یکی بچه ها. اگه کار نکرد. چی دارم میگم؟ ها جدی میکنم بچه ها. این میشه اول کارتونش رو نشون بدم؟ چقدر خوشگله. ببین از ایناست که یه مو رو میندازی داخلش، خودش فکر کنم مو رو پیچ میده دور این دستگاه. موهای منم جوابه؟ موهای منم جوابه؟ نه شما خیلی موهات کوتاهه. و جنسش هم از سرامیکه و ببینم خیلی هم حالت سنگین داره. از این لا با هم مو رو بدی تو. خب بزنم بریم ببینیم چجوری. عریض موهاتو نسوزونی ها. چه برند سیکرت؟ نه اینفینیتی پرو. اینفینیتی آه کنیره تموم. ما سشوارمون هم اتفاقا برندش با همین اوتوموه یکیه کنیره. 100 سال نسوخته. آره خیلی خوب. بعد قیمتش هم خیلی کنه مناسبه. احتمال میدم این قیمتش خیلی بالا نباشه. خب اینجا دکمه ترنافشه. خب بعد اینجا هم یه دکمه داره که مشخص میکنه که چه حالتی از فر میخواه باشه. اگه میخواه خیلی فر بشه اینه، اگه یه ذره اینه، نگاه کنش خیلی برمیداره. دقیقا عوض میشه. آره بعد حالا بعد مثل خانومه. خب چه بکنی؟ مورو باید آروم بذاری اون داخل. یه تاره مورو کم. بعد این میچرخه خودش برات شه. بعد گرمم میکنه. آره من یه تیکه ای رو که میذارم رو اون حالتی که خیلی، یه تیکه اینجوری رو. باریکالله. بوی بوی بوی. نه چی شد؟ بکنم اول باید بذاری داخل، بعدش بزنی به چه. آها وای 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 موهات سوخ، موهات سوخ. چه بوی سوختنی میاد. عشقا موهاتو سوزوندی؟ رسمن سوزوندی. چرا این کارو کرد؟ نمیدونم چرا کاش پشتو میذاشتی موهاتو سوزون. کثافت موهای زن منو سوزوندی. نه
نمیدونم چی بهتون بگم، ولی سرامیکش یه بوی خیلی بد سوختنی میده و همونجوری که دیدین موهای جلوم هم که کاملا سوخت. هر سوما ازت میگم درجه رو زیاد گوشگوشو 210 سلسیوس. تمام موهام شاخه شاخه شد. اینم از میستری باکس 750 دلار. باورم نمیشه من سکته میکنم. چک بکنم احتمالاً قیمت پایینی داره. خیلی عجیب بود برام اصلا این آیتم. خب بچا این قیمتش هست 150 دلار با ترس. اصلا به نظر من نمیارزه. الان من نظرات آمازون هم که دارم راجبش میخونم اکثرا همه بهش نمره منفی دادن. 210 دلار، 150 دلار، 360 دلار. ببین عملاً دارم میکنم تو پاچمون نه؟ ببین اولین آیتممون اوکی خیلی بیکیفیت بود، من گفتم اشکال نداره کار... دستگاه موزیکه آره ولی حال کرد. ستای بعدیش با این؟ ستای بعدی با این؟ میستری باکس کلاه برداری باشه نه آفقیت ها میسترین میستری باکس دنیا. من عشقم بیشتر نگهن موهات شدم تا این فدای سر بعد یه تار موت خور بدم موهای ندم هم داره با اون آیسی میسوزه. آقا ما بریم زودتر این عذاب به پایان برسه ببینیم چه نصیبمون میشه. Let's go. تمام هم میشه اتفاقمون. از سنگینه نمی کوبم. Battleship. بچه ها از کمپانی هزبرو گیمینگ، همون کمپانی که بازی مونوپولی رو ساخته، خیلی کمپانی معروفیه. من اینو توی یکی از ویدیوهای مستر بیست دیده بودم که این بازی رو میکردن. بازی بتلشیپ خیلی بازی قدیمیه. تو بلدی کامل بهمون یاد بدی؟ ببین من میدونم که دوتا صفحه هست، یعنی این شکلیه، باید به همدیگه اتک بدیم، بمب بذاریم و یکی باید کشتیاشو مرتنی بچینه و اونی که باید حدس بزنه که کشتیا رو اونی که کجا گذاشته. آها. ولی با ببینم این تا حالا چیزی بازی نکردم دیگه، فیزیکی تا حالا بازی نکردم ببینم چه جوریه. خب بچه‌ها همونطور که دارید می‌بینید ما الان بازی رو اینجا گذاشتیم. دو تا صفحه است که یه دونه واسه پردیسه یکی واسه من. اونجوری که من فهمیدم ببینید ما کشتی داریم به تعداد برابر که کشتی که 5 تا سوراخ داره میتونه بشینه مثلا توی این ردیفی که اینجا هست، مثلا از A تا مثلا I. من اینو مثلا اینجا می‌ذارم، بعد پردیس باید توی صفحه خودش شروع کنه به من تیر زدن. حالا اگه پردیس مثلا اینجا بذاره و بمبش به من بخوره، آره دیگه منم من شات میخورم که فرهاد کشتیشو گذاشته دلید. یه سرنشین از اون کشتی ولی کل کشتی نابود نمیشه. باید اینا بچه ها نگاه کنید، 5 تا 5 تا پردیس باید حدس بزنه که اگه الان گذاشته خورده باید مثلا بیاد پایین یا بره راست یا بره بالا دیگه. آره دیگه من برای این که بتونم کل ردیف کشتی فرهاد رو نابود بکنم باید 5 تاشو پیدا کنم. مثلا اگه اینوری بذارم فرهاد اینوری گذاشته باشه اشتباه کردم. تو این بازی هم مثلا میگن میستاد به میستاد آره. استراتژی خیلی مهمه اینجا. تعلم نکنی دیگه. نه دیگه خب من آمادم. من نمیبینم، تعلم نمیکنم، دارم بهت میگم دیگه. خب من زدم دی دو خورد یا نه؟ دو نخورد. اوکی تو میستادی سبز بذار، اونایی که میست میدی و سبز بذار. خب من زدم دی 7 ای 7 E7 من ندارم. نه ندارم. نخور. نه میسی. باید دوباره سبز. بچه‌ها میبینن. خب نه نداره دیگه. خب من میذارم 6G. نخور. شکرت. وای خب اینجوری که گفتی معلومه نزدیک بوده. بازی مهدی. خب من گذاشتم G6. خورد. 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 خب پس من باید قرمز بذاری. آقا جیشیش فردیس خورد بچه. حالا دوباره تویی چون زدی میتونی یه بار دیگه بزنی. حالا بچه شما دارین تو تصدیم میبینیم، من باید تصدیم نگیرم که فرهاد اینگیری به سمت راست گذاشته، بالا پایین چپ گذاشته. گرم خیلی بکنی. ببین من میذارم یه دونه پایین جیشیش میشه اچ شیش خورد. آره وای کشتی تو دارم میذارم، بعدی رو هم میذارم روی آی شیش. باختم. آخه این نابود شد پرشاکشتی. این اتفاق برام میفته کشم بابا نامردی کرد. ولی فکر کنم اگه تیرت بخوره تو نباید بزنی. یه سر چیزا رو شاید الان اشتباه بازی کردی. بچه ها میان میگن بابا اشتباه دارید بازی میکنید. ولی عجب بازی باحال و فکری این رو باید با همگی بشینیم بازی کنیم. ببینیم بشینیم باید رو در رو هم بشینیم بازی کنیم. آنلاین گیمش هم هست. آره تورنمنت داره سنگین. خیلی خوشحالم
تمام. ببین بازی روان و مغز بچه ها خیلی بازی سخته. ببین سوال قیمت اینم با تکس هم یا $30 که به نظرم خیلی میارزید. اگه دنبال یه بازی سرگرم کننده هستید که فکری هم باشه و یه ذره به شانس هم ضبط داشته باشه، ما به شما بقل شیب را معرفی میکنیم. بزنیم آیتا Let's go بادیمون بیبیتار سانست لکمنیونیو سانست لامپ لامپ بذار چون در بیارم. این خوراک بلاگر هاست بچه های بلاگر پیش بچه ها یه دونه پایه داره، یه دونه از اینا، یه دونه عدسی. میدونی چی کار میکنه؟ روی عکسش نشون بده بچه. اینجا این خانمه رو میدونه این خوشگلم هست. این نور خورش مثل نور خورشید اینجا یه دایره میفته پشتش واسه عکاسی. جلوه های ویژه مثلا جلوه های بصری میشه واسه من امتحانش کنی؟ بعد اول اسمبلش کنم قربونت برم. باید صبر کنی فراد اسمبل کار این رو اسمبل. بعد این پیچ شدم اینجا بعد اینو بزنم بالا. فکرم باید حتما چراغا رو خاموش کنیم که رو دیوار بتونیم بنگش رو ببینیم. واقعا من عاشق خاموش کردن چراغا. باحاله. چین تو ششم. خب بچه ها گفته که این نور غروب خورشید رو نشون میده. به به. سانست. که باهاش میتونی بری مثلا اگه میخوای یه وایب مثلا چیل باحال خاص هنری و مثلا عکاسی کنی مثلا این خانمه که الان اینجا گرفته. به به. اینجوری میذاریم بالا. اینجا. بعد پیچ صفر کنی. حالا الان روشنش کنم ببینیم رنگش رو هم میگه. آها. او خیلی خوشگل. الان بذار من رو صورتم بندازم. واقعا رنگ خوب آفتاب اومد رو خوشت. چکرم چکرم آقا گرمه. بریم هم دیگه امتحانش کنیم. Let's go. این موجودی که میبینید در غروب آفتاب به دنبال فراد ایکس ری میگشت. او فکر میکرد که خیلی خفن است ولی نوبی بیش نبود. چطور خوش کرد؟ پرفکت عشقم. بذاری چند تا جست عکس بگیرم. قیمتش هم این هستش $20 که خیلی قیمت بالاست. دلار خدایی خوبه بچه ها. این لنزه دیگه اش هم خیلی میتونه باحالش بکنه دیگه. حال کردم میارزید بریم سراغ آیتم بعد. بریم سراغ آیتم بعد. اون بچه ها دوالی اون چیزی نیست جز چت همین هم مونده بود. واترپروف هم هستش. همین هم مونده بود. برند خاصی هم آنجا ما... چی؟ خب اشم خب خدا رو شد ما چت نداشتیم. چت رو قیمت ولی میدونی که تو تابستون نیاز دار. Mister? Yes? What are you doing here? I'm doing nothing, but you need to sing. Look at your smart, خیلی قشنگه. رنگ چشمات خیلی عجیبه. تو که این همه نگاهه. واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی که توی رنگین کمون چشمتو میشه کشید. یا اول فصل. شب چرا توی موهات آخه این کار کردی؟ آقا چتر ضد گلوله. آقا ولی من خیلی خوش آمد از یه امتحان بکنم آنچه خیلی بامزه باز میشه ببین. یعنی به عنوان وسیله دفاع شخصی هم مثلا الان تو مزاهمه نشو. نمیخوام من غلط گوه خوردم. چرا این اصلا جنگ چیه؟ آقا این چتره فکر نمیکنم بیشتر از $10 بیارزه که میشه فکر کنم 400 خورده ای. من یه قیمت از دستم در رفته چون باخت بزرگی دادیم و آیتم ضرر رو کردیم دیگه. ضرر رو کردیم اونم چه ضرری. بریم سراغ آیتم آخرمون. این چیه؟ بذاری من بازش کنم. آقا یا ابل فرس نه پومپ فکر کنم اشم لنگه بیا چیزه پومپ آبه برای آخاشی چکا کنیم ها فکر کنم واسه زمین کشاورزی و اینا هاست. ها سمپاشه سمپاشه بابا سمپاش آخه تو میستری باکس بابا سمچین هموم پورتابله ببین زده بس مخزن آب واسه اینه که بریک توی کم باهاش دوش بگیرید. آقا میتونید برید اینو آب کنید بعد اینجوری پمپ بزنید و میشه همین الان پاشیم بریم کم کمپ که الان ساعت 12 شب کجا میخوام بریم؟ میشه الان با این دوش بگیری تو؟ من تو رو بگیم بریم دوش بگیریم محمد شا Let's go. خب بچه ها همطور که دارید میبینید بعد سری در بالکن و در کوههای آلپ از شرایط سخت آره هوا سرد شده دوباره همون خدا من همیشه با خودم میبرم دیگه واقعا
میشه با این دوشگره؟ ببین خداست فردیس، خداست. بچا تو شاب میکنید، شروع میکنید پمپ کردن و حالا اینا ببین جت داره این شکلی و این شکلی، حالتهای مختلف. آه خیلی بابا، الان من حالت همومی رضا بزا دمپایی همون در بیارم، سرما میخوری خیلی هوا سرده، جانم فدای بچه های یوتیوب عشق منی داشتمی دو سه وای سرده، بسته فرهاد این فکر کنم راحت میشه آدم با ماشین ببره با خودش این برمون بر. ببین چه حالی میده، بعضا میام تو هم بالکن بیش میگیرم، من دیگه نمیام تو همو. خب بچه این اسمش هست پورتابل شاور که همون دوش پورتابله برای کمپینگ و سه مدل اسپری داره، جیتش عوض میشه، جیتش عوض میشه، میچرخونی، به شدت کاربردی، کاربران همه خیلی دوست داشتن، به درد کسایی میخوره که میخوان برن در دل طبیعت دوش بگیرن، اشکال دوش دوش زیاد و برای آبازی هم کنن خیلی حال میده، تو تابستونی بگیری دست بری همه رو خیس کنی، جیتش بذاری بذاری رو کولش آبازی بریزه تو حلقه. آقا 5 لیتر مخزنشه و قیمتش هم بود؟ قیمتش 80 دلاره. یکم گرونه. نه میارزه. ولی ضرر کردیم دوباره که. بابا یه دونه دوش پورتاب. این الان خوبه. الان فرض کنم میخوای بری یه هتلی که دوش نداره. خب عشقم این الان میارزید. اوکی. ولی ما الان ضرر کردیم. آره میسری وکس چقدر ضرر کردیم؟ 250 تا ضرر کردیم، ولی آیتما هیچ کدوم رو نمیتونیم استفاده کنیم جز دوش. من دوش رو با خودم میبرم. دوش که داریم تو خونمون. خب من چتر رو با خودم استفاده میکنم، قول میدم اون چتر قرمز رو. آقا دمتون گرم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، اگه باز هم میسری باکس گرون قیمت دوست دارید بگید که براتون بگیریم بخریم و ما ضرر کنیم شما دلتون خنک بشه. با این که قیمتا و کوالیتی ها اون چیزی نبود که دوست داشتیم، ولی خوش گذشت، لذت بردیم، امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه. حتما حتما به چنل تلگرام منم جوین بدین تا یه ویدیو دیگه. مرغ خودتون باشه، بعد تا دیدی فلان.